خیلی خوش آمدید خانم شجاعی. از همین خبر نزاع در ارتباط با حجاب اجباری شروع بکنیم. توی شیراز بازداشت دو زن معترض به حجاب اجباری، تجمع حکومتی در برابر یک پاساژ و تعطیلی موقت این بازار که البته اعضای شورای شهر گفتن که خواست کسبه بوده. ارزیابی شما چه هست؟ آیا حکومت داره شهروندان رو مقابل هم قرار میده؟ در واقع اتفاقی که داره میفته در شیراز و بعد و در شهرهای دیگه هیچ چیزی نیست جز یک هرج و مرج و یک جریان در واقع داروغه و رعیت. یعنی اونچه که ما میبینیم، داروغه شهر میاد یک پاساژی رو میبنده، بعد به دعواهای شخصی دخالت میکنه. ببینید، داستان این بوده که دو تا خانم تو این پاساژ بودن، یه خانم دیگه ای که از قضا همسر فرمانده شهید پاسدار بوده به اینها تذکر میده. خب یک، این خانم اصلا امر به معنی قانون، مأمور قانون نبوده، که حتی اگر میبود نمیبایست با خشونت این کارو میکرد، چون قبلش گفتن بیاین 50 تومن بدین، 100 تومن بدین، حالا به هر حال قانونی رو تعیین کردن. دو، اگر میخواسته به لحاظ مذهبی تذکر بده، حتی در قوانین امر به معروف و نهی از منکر اینه که میگن خانم مثلا حجاب تو رعایت کن، اون هم میگه نمیکنم، مثلا به شما چه، به خودم مربوطه، حق خودمه. در نهایت اون هم میگه خب ما دوتاری که توی قبر میذارن خودتون میدونید. نه دین، نه قانون، نه به خشونت کسی رو تعریف کرده، نه اینکه روبروی هم قرار بگیرن، نه اینکه یه داروغه اون بالا بشینه یه عده گلادیاتور رو بندازه تو جون هم تماشا بکنه. این تصویر شهر الان تصویر شهریه که داره توسط یک داروغه انجام میشه و حکم به بستن مغازه میده. چرا؟ برای اینکه وقتی میرن دیدن خانم خادم، نماینده رهبری، چرا باید از یه نزاع شخصی نماینده رهبری مطلع بشه؟ نماینده رهبری میره منزل خانم خادم و به ایشون قول میده که جبران میکنه. این جبران کردن به اینجا میرسه که دو تا زن بیکس و بیدفاع و دستگیر میشن و اون پاساژ هم پلمپ میشه، چون خانم خادم گفته بودن که اصلا این کسبه هیچ عکس العملی نشون ندادن. ای کاش نماینده رهبری این جبران رو برای سپیده رشنو هم میکرد اگر میخواست عدالت برگزار بشه. ای کاش این جبران رو برای اون خانومی که از تو ماشین گشت ارشاد پرتش کردن روی اسفالت هم میکرد. قول جبران در کشوری که سهراب اعرابی که کشته شد در سال 88، مادرش اومد تو رسانه ها گفت من قاتل بچه‌مو میبخشم، من نمیخوام انتقام جویی بشه، حق مردم رو بدین، رأی مردم رو بدین. مردم متمدن ما این بودن. حالا کسی بره به کسی قول جبران بده، جبرانش هم این باشه که خشونت روا کنه بر عده‌ای و پاساژی رو ببنده، مردم رو از نون خوردن بندازه. این جز حکومت داروغه و رعیت هیچ اسم دیگه ای نداره، که امیدوارم عقل و خرد برگرده و واقعا ما شاهد حکمرانی خوب، انتخابات آزاد، مردم در امن و شاد. خانم شجاعی، عذرخواهی میکنم، 30 ثانیه فرصت داریم. مقام قضایی مشهد از سختگیری تو پارک ها گفته. به نظرتون آیا سیاست واحدی در ارتباط با حجاب اجباری و سختگیری تو کل کشور وجود داره، یا به دلایل مختلف تو بعضی نقاط کشور شرایط بدتر و متفاوته؟ همونطور که بهتون گفتم داروغه‌ایه، یعنی هر کسی داره کار خودش رو میزنه. اشد مجازات و اشد سرکوب رو میذارن برای مسئله حجاب، ولی به سلیقه داروغه شهر انجام میشه. طبیعتا مشهد چون اصولا از اون بخش راست و ارتجاعی تر در واقع حوزه علمیه هستش، که حتی مثلا نسبت به قم خیلی ارتجاعی تره، تو مشهد داره اون کارا رو میکنه. نه، سیاست یک سیاسته، سیاست سرکوب زنان، حذف زنان، اما اجرای این سیاست به میزان رحم، تمدن، عقل و قضاوت و عدالت داروغه شهر بستگی داره. سپاسگزارم منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان، از لاهه همراه ما.